این جمله که خیلی شاید میشنوند یا خیلی ازشون سوال پرسیده میشه که آیا برای گرفتن یک پاسپورت جدید دین خودتو عوض کردی؟ من میخوام تو این ویدیو در مورد داستان خودم تعریف کنم و بگم که چه اتفاقایی برای من افتاد. خیلی از افرادی که از کشورهای شرقی و به خصوص خاورمیانه به کشورهای غربی و اروپا و جاهای دیگه مهاجرت میکنن با یک دنیای جدیدی روبرو میشن و به خصوص با دینهای متفاوتی آشنا میشن و گاهی وقتا دوست دارن درباره اون دینها اطلاعات کسب کنن و گاهی وقتا آشنایی اونا به قدری طول میکشه تا اینکه علاقمند میشن که به اون دینها ایمان بیارن. داستان من اینطوری بود که وقتی از ایران، از کشور خودم خارج شدم، تو کشورهای دیگه که اولین کشورهایی که رسیدم شروع کردم به تحقیق کردن در مورد دینهای دیگه به خصوص مسیحیت و بعد از یه مدتی کلیسا رفتم و حدود 2 سالی من کلیسا رفتم و در مورد مسیحیت مطالعه کردم. بعد از 2 سال مطالعه و تحقیق من تونستم مسیحیت رو بشناسم و بعد از اون به مسیحیت ایمان آوردم و فهمیدم که میتونه مسیحیت به من کمک کنه. البته خالی از لطف نیست که بگم که از ابتداش که رفتم کلیسا به خاطر این بود که یه سری مشکلات روحی و خاصی هم داشتم که میخواستم اونا رفع بشه، یعنی به خاطر یک نیازی در ابتدا رفتم کلیسا. ولی وقتی که با مسیحیت آشنا شدم و فهمیدم مسیحیت چیه و مسیح کیه به صورت شخصی، خیلی علاقمندتر شدم و دوست داشتم حتی در موردش کار کنم، فعالیت کنم و توی کلیسا هم شروع کردم ترجمانی کردن و بیشتر با مسیح آشنا شدم، با زندگیشون، با شخصیتشون و با افرادشون و خب فهمیدم خیلی افراد خیلی مهربون و خیلی خوبی هستن و خیلی کمک میکنن به دیگران و خیلی برشون مهمه که هیچ وقت کار بدی نکنن و خیلی سعی میکنن که کارهایی که بهشون گفته رو انجام بدن. یعنی واقعا دیدم که اونا انجام میدادن کارهایی که بهشون گفته بود که مثلا نکنید و اینکه به دیگران کمک کنید یا خدمت کنید به دیگران، اینا رو من دیدم انجام میدادن. ولی جدا از این حرفا که حالا اون چیزی که من باش آشنا شدم چی بود، جدا از اون میخوام بگم که بعد از 2 سال من وارد یک کشور مسیحی شدم، اولین کشور مسیحی که وارد شدم و اون کشور ارتدوکس بود. فهمیدم این کشوری که توش وارد شدم یک کشور خیلی سنتیه و ارتدوکس هم یکی از سنتی ترین مذهب ها در دین مسیحیت هست. ولی خب من نمیدونستم و وقتی که بهشون گفتم من مسیحیم و تو کلیساهای آمریکایی میرم و خب کلیسای آمریکایی هم کلیسای پروتستان هستن، اون بازخوردی که به من دادن مردم اونجا خیلی بد بود و منو خیلی دوست نداشتن و دوست نداشتن به من کمک کنن یا ارتباط برقرار کنن. بعدها فهمیدم که توی مسیحیت یک شاخه‌ای جدیداً درست شده که اون شاخه درستی نیست، به نام شاهدان یهوه، که این شاخه‌ایه که با مسیحیت خیلی متفاوته و اصول مسیحیت رو قبول نداره و به خاطر همین مسیحی‌های دیگه این شاخه رو به عنوان یک گروه منحرف میشناسن. اونا به خیالشون که من جز گروه شاهدان یهوه هم و هر وقت میرفتم به این گفتن تو کلیسای خوبی نمیری، نرو اونجا و بعده، و من نمیفهم چرا اینو میگن. بعد هم فهمیدم که اونا به خاطر اینکه فکر میکنن که همه آمریکایی‌ها جز گروه شاهدان یهوه هستن از من خوششون نمیاد و با من رفتار خوبی ندارن و خیلی هم اذیت شدم. یعنی طی 2 سال که اینجا بودم و منتظر بودم که مثلا جواب پرونده‌امو بگیرم و کارهای پناهندگیمو انجام بدم، تو این 2 سال کارام که انجام نشد، هیچ وقت بهم اینترویو ندادن و همیشه هم منو گذاشتن ته لیست و هیچ وقت وارد هیچ اینترویوی نشدم. به نظرم الان این برای من تبدیل شده به عنوان یک شهادت توی زندگی من، یه شهادت شده، چون توی این 2 سال هر وقت که مثلا میگفتم یه چیزی رو نیاز دارم یا مثلا یه مشکلی داشتم و درخواست میکردم از سازمانهای مختلف، حتی سازمانهای دولتی این کشور، به من میگفتن که تو کافری یا تو مثلا آدم خوبی نیستی، با اینکه من تعجب میکردم چون این کشور مسیحیه و مردمش هم مسیحیه. و به خاطر همینم من همیشه دوچار تبعیض دینی شدم اینجا و بهم اینترویو ندادن، بهم کار پرونده‌مو انجام ندادن و 2 سال هر وقت که مثلا مشکلی داشتم بهم کمک نمی‌کردن یا اذیتم می‌کردن.
و به هم چیزای بدی میگفتن، میگفتن تو مثلا کافری، تو نمیدونم تو کلیسای آمریکایی کار میکنی و خیلی چیزای بدی بهم میگفتن که اینا منو ناراحتم میکرد، حتی خیلی وقت ناراحتم شدم، ولی خب کاری نمیتونستم بکنم. ولی بعد از 2 سال که اینو فهمیدم دیگه الان بهش عادت کردم و با اینکه بهم برای کارهای پرونده‌ام هیچ کمکی بهم نکردن و کارم اصلا انجام نشد هیچ وقت، ولی بازم دارم شروع کردم به زندگی خودم انجام دادم و جدا از اون که حالا بهم کمک بکنن یا نه، زندگی خودم بکنم و با اون کاری نداشتم. تو این 2 سال هم هیچ وقت ایمانم نسبت به مسیحیت کم نشد به خاطر این اتفاقا، یعنی به خاطر اینکه مثلا از طرف خود مسیحی‌ها حتی بهم میگفتن که تو دروغ میگی و تو نمیدونم مسیح واقعی نیستی و آدم بدی هستی، بازم این باعث نشد که من مثلا بگم که من دیگه نمیخوام مسیحی باشم یا ایمان دیگه ندارم. و خب اینجا دیگه میشه گفت که این ثابت میکنه که من به خاطر مثلا یه پذیرشه مثلا یه کشوری یا پناهندگی یا چیزای دیگه دینم عوض نکردم، چون اگه به خاطر این بود تا حالا باید اون چیزایی که باور داشتم میذاشتم کنار، چون این 2 سال واقعا شرط خیلی سخت بود، حتی شده بود که ماهایی بود که چندین ماه من افسردگی گرفتم به خاطر اینکه نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم و به هم کمک نمیشد و پروندم رو بهش بررسی نمیکردم. ولی این خودش برای من الان تبدیل شده به یه شهادت در مورد مسیحیت که مسیحیت به من قدرت داد، روح القدس به من یه آرامش قلبی داد که من اون قضیه رو بذارم کنار و بهش فکر نکنم و کار خودم انجام بدم و زندگیمو بکنم. و الانم چند ماهه که دارم ویدیو میسازم و میبینی که من ویدیوام همینجوری داره بهتر میشه و بهتر میشه، الان سعی کردم خیلی کیفیت ویدیوامو بالا ببرم. خب این اتفاقی بود که برای من افتاد. ولی این جمله‌ای که مثلا شما به خاطر دینتون، به خاطر یه پرونده‌تون یا به خاطر قبولی یا پاسپورت شما دینتون عوض کردین، این جمله‌ای که من خیلی شنیدم و هنوزم دارم میشنوم، خیلی از کسایی که اینجا هستن به عنوان پناهنده، مثلا ایرانی ها، افغانی ها یا کسای دیگه، حتی توی صفحه پیجم تو همین یوتیوب زیر فیلم هم خیلی اومدن به من گفتن که تو به خاطر که یه پاسپورت بگیری دینتو عوض کردی. ولی اینا مهم نیست، و اون اتفاق مهمی که افتاد این بود که من واقعا مسیح رو شناختم. و به شما هم توصیه میکنم که کتاب انجیل رو، یکی از انجیلای چارگانه رو بریم بخونین و خیلی کتاب جالبیه و درباره مسیحیت بیشتر اطلاعات پیدا کنین و کتاب مقدس مسیحیان رو بخونین یا تورات رو بخونین. و الان میشه گفت که دینهای مختلفی رو خیلی خوب میشناسم، اسلام رو تو ایران شناختم و الانم مسیحیت و یهودیت رو کاملا شناختم و تونستم بین این دینها بفهمم که دین مسیحیت به هم خیلی تونست کمک کنه و تجربه خیلی زیاد حتی فیزیکی داشتم که توی این 1-2 سال اتفاق خیلی زیادی برام افتاد که مسیحیت تونسته نجاتم بده یا به هم کمک کنه. و نمیخوام این ویدیو رو بیشتر از این طولانی کنم. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارین بازم درباره مسائل دینی و دینهای مختلف اطلاعات کسب کنین، میتونین شبکه میستریز رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر فیلمی که آپلود کردم نوتیفیکیشنش رو دریافت کنین. در آخر هم 2 تا از ویدیوهایی که مربوط میشه به این ویدیو رو براتون میذارم، اگر دوست داشتین رو هر کدوم از اونها میتونین کلیک کنین و اونها رو ببینین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.